ایشون با قرار وثیقه‌ام دیگه نمیتونم آزاد بشم. جام سرنگ دستور قضایی دارم. خانوم من بعد برو فقط دنبال پارتی بگرد، پارتی کلوفتا، نه نماینده مجلس و این حرفا، بالاتر. چون میخوام دوباره قانون چشم برابر چشم رو توی این مملکت اجرا کنم. چشم در برابر چشم. میخوام تا تهش پام وایسی. فکر میکنی این شدنیه؟ نه میبازیم، بعدم میبازیم. آقا آزرو منم خسته، ولی غیر تو هیچکی رو ندارم. تحت هیچ شرایطی سمت امارت نرو. من هستم اما نمیدونم بودنم درسته یا نه، ولی هستم. اویسو این روزا باید ازش ترسید، با اون جلال و جبروتش. وقتی میخواد راه بره نیاز به کمک داره، دو قدم میره میخوره زمین. این روزا هم که روی پا وایساده میخواد انتقام بگیره، میگه چشم در برابر چشم. من وکیل میخواستم هزار تا ریخته تو شهر. من یه آدم پدر سوخته میخواستم مثل خودت که راه نشونم بده. حالا بگردی راهی پیدا کن. خسرو جان مگه بازیه؟ از شما بعیده. نه دیگه، می از این خسرو هیچی بعید نیست. باشو همه چیزی حرف بزن ببینم بفرمایید شرطتون چیه؟ والا آرزم خدمتتون این شرطی که آقای تجنگی گذاشتن، باید بدونید که ظرف 48 ساعت آینده باید اجرایی بشه تا ایشون هم بتونن رضایت بدن و همه چیز فیصله پیدا کنه. خب اصلا میگفتین هرچی پول بخواد بهش میدیم، هرچی قانون بگی. اصلا ما مگه دیه دوتا چش چقدره ها؟ عمدی هم که نبوده. گفتیم همه چی رو گفتیم. چی گفتن؟ فعلا فقط پول میخوام. چقدر اون؟ پولش مهم نیست، مهم رضایته. تا کی؟ کی رضایت میده؟ بابا تا کی باید گیر باشه؟ طول میکشه برکه. خودمون درستش میکنیم. به خدا دارین دروغ میگین. چرا یه چیزی نمیگین؟ چرا راستشو نمیگین؟ چی باید بگیم که راستشو بگیم؟ الهام شما آماده کن، بخوام برم کارخونه. فقط باید صبر کنیم، همین. امون چرا باید صبر کنیم؟ مگه غیر از پول چیز دیگه هم خواستن؟ بسته دیگه برکه.
بعدن حرف میزنیم. سامی بچا بشکن سامی ببین کور شده مزخرف داری میگه همشه هم تو بودی برای دیوانه مزخرف میگه مرض داره برو مرضه برو عقوبه هست سامی الان من برای چی اونجا نباید یه حرکتی بکنی که اونا میخوان سامی گوش بده ببین چی میگم اینجوری همه چی رو خراب میکنی یه دقیقه بیا بیرون خب یه حرفی زده همش در حد عفه من کاری با هیچی ندارم ببین بعد از مرگ بابات اویس زیر بال پر ما رو گرفت یا نه اگه نگرفته بود که ما تو تهران چیکار میکردیم پس خب مهری هم ندیده کور شده الان عقده‌ای شده شادم تقصیر منه به دردت خورد تو تهران یا نه ببین به دردت خورد یا نه تو کاری نداشته باش که اصلا من ازش رضایت دارم یا ندارم هر چه خواستی در اختیارت گذاشته تو کاری نداشته باش که من رضایت دارم یا ندارم سامی این آدم الان کور شده هر چیزی از دستش برمیاد بره همش حرفه من میدونم دیگه کجا میخوای بری سامی جنبه نداشه یه چیز رو بهت بگم تو همیشه همین کارو میکنی یه دقیقه به حرفام درست گوش بده بهم نگاه کن به چشام نگاه کن سامی خستم کردی بابا حالا اشتباه کردم گفتم ها ببین بازم دارم میگم هیچ اتفاقی نمیفته سامی جان هیچ اتفاقی نمیفته چیکار میخوای بکنی میخوای بری با هم میری تصمیمت اینه؟ خب با هم تصمیم میگیریم عزیزم هر چی تو میگی حرفم گوش بده اینو همینو میخوام اینو همینو میخوام لعنت به من که به خاطر تو سب کردم و بایستدم دارم با این آدم زندگی میکنم چی میکردی خودمم؟ با کسی که دوست نشتی زندگی کردی؟ چی میشه این؟ چی میشه این؟ میشه معامله دیگه قضاوت نکن چیزی رو که نمیتونی قضاوت نکن خاطر من کاری که دوست ندارم کن به خاطر عشقی نکن بار کنم
برو کنار گیتی. چونه گیتی نرو، چونه من نرو. مگه من کیو دارم؟ فقط تو رو دارم، تو عشق، تو زندگی نرو. زندگی تو چای نسکافه بگم بیارن خدمتتون. کجاست تجنگیم؟ تشریف بردن دکتر. تشریف بردن؟ بله. امرو باشه در خیلی نه ببخشید اصفایی کن. چیزی نیست مهم نیست. ببخشید بگیر زنگ بزن بگو تو 5 دقیقه دیگه اینجا نباشم کلی اینجا رو میزم.
کارت به جایی رسیده جلو من وای میستی؟ آره؟ آره؟ اینجا ببینم. تو رو شرطت کردم. آره؟ آره؟ ببین همین امروز جلو پلاس رو جمع میکنه میده بگیره خفت میکنم خفت میکنم تو همین آب هم تو رو میکشتم هم آقا تو این سند بیده ایم در ایلوی لطا مرغوم بفنده این هم سند دفتر سعادت آباد در تصرف ایشون کی زنگ زده به 110؟ خانم آبدار منشی آقای تجنگی امضاش خوب؟ امضا هم کرده بعد کجا؟ همیشه امضا کرده انگشتم زد شما بفرمایید بشینید چشم آقای تجنگی با این رضایتی که دادن و این صورت جلسه‌ای که تنظیم شده شما به هیچ عنوان حق نداری که بری سمت خونه پدرت در غیر این صورت با شما برخورد قانونی میشه اوخ 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 ای بی انصاف ای نمک نشناس کم به شما رسیدیم بدبخت تجنگی دیگه بیچاره اون بابات بود بی غیرت کورش کردن به خاطر چی یه دختر؟ بر اساس این مدارک اموالی که تحت تصرف شماست باید تا 24 ساعت برگرده دست صاحبش. پرونده هم ارسال میشه دادسرا. شما میتونید تشریف ببرید. شما یه محبت در حقمون کنید. بفرمایید. من فقط یه خواهشی دارم. ما که رفتیم اینه یه 20 دقیقه یه نیم ساعت دیرتر بفرستید. باشه. آقا به مرگ خودم من اصلا نمیخواستم این چرشه من هیچ وقت نمیخواستم شما رو این چر ببینم من کی میدونستم این چری میشه اگه میدونستم اصلا غلط میکردم پا هم میذاشم تو زندگی سامی میخوای رضایت بدی گفتن پول میخوای
آخ ما از اوقت پولم نداریم از کجا؟ چشم بابا آقا چشم تو دیگه نمیتونم برگردونم، بگو چی کار کنم برای تو رو خدا، بگو من چی کار کنم، هر کاری بگی بکن، از زندگی حسابی میرم بیرون، زن از اول بعد گورم و گم میکردم، برم بمیرم الان، الان اون حکم جلو هم هست دیگه، حکم جلو میکرین دارو خدا، بگیم بیا منو ببرن، منو ببرن بجه بابام بیاد بیرون، اندار بابام بیاد بیرون، چشای بابام هیچ که هیچی به من نمیگه اصلا، مادرم دای خسرو اومدن پیش شما، چی شد آقا؟ چی شد تو رو خدا؟ چی شد من بگو چی شد؟ اومدن هیچ که به من هیچی نگم، چرا آقا چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ از زندگی زمی گورم و گم میکنم میرم، بقیه بگوی چی کار کنم؟ تو رو خدا حرف بزن، چشم خودم رو بدم، چشم رو بدم که چشم تو خوب نمیشه، الان آواره شدیم چه وقت همینجوری خونه مردم، آقا هیچ که حرف درست من نمیزنه، من باید چی کار کنم؟ از زندگی سامی میرم بیرون، قسم میخورم، امضا میکنم، این دفعه دیگه درست امضا میکنم، از زندگیش گم میشم بیرون، گم میشم میرم بیرون، نه خدا بگو چی کار کنم؟ یکیلمه گریه نکن دخترم، چرا گریه میکنی؟ اینجوری که زجه میزنی من دلم میگیره، منم آدمم دیگه، عشقاتو پاک کن عشقاتو، حیفمون چشا نیست گریه کنی، پاک کن، تو واقعا فکر کردی من تو رو زندان میکنم؟ تجنگی رو یه همچین آدمی دیدی؟ من متاسفم برای خودم که منو اینجوری دیدی، ولی آدم منطقیم، همه دلایل رو به صورت منطقی بررسی میکنم، بزرگترین فجایع تاریخی علتش میدونی چیه؟ احساسات. خب این احساسات از کجا نشأت میگیره؟ از کمبودای جنسی. خب راه حلش چیه؟ خیلی ساده است، ازدواج کردم. من انقدری پول دارم که بخوام ازت پول نگیرم که رضایت بدم، نیازی به پول تو ندارم، من تو این اتفاقی که افتاده هم خودم و هم خانواده تو رو مقصر میدونم، به هر حال این اسب چموش وجود تو باید یه جوری رام میشد با ازدواج کردن، من کمکت میکنم ازدواج کنی، تو دختر من فرقی نمیکنی، دختر منی، اون نثار رو صدا کنید یه دقیقه بیاد اینجا، تو تا
دو قسط رضایت میدم. رضایت اولم به تو وقتی که ازدواج کنی، رضایت دومم به باباته که وقتی بچه دار شدی این کارو میکنم. دیگه چی میخوای؟ فقط حیف، حیف که نمیتونم بچه تو ببینم. خب نمیشه دیگه. اومدی بابا، برو بشین پیش خانم. بچه نمک زندگیه. بچه که نباشه انگار زندگی نشستی. بابا نزار، بابا نزدیکتر شو. نزدیک شدی؟ عرض میکردم بچه که نباشه آدم ازدواج نکنه بهتره. بچه نمک زندگیه. همینجوری تو خونه را بره، از سر و کولت بره بالا، کیف کنی. من کمکت میکنم ولی فقط گریه نکن. تمام پوتینای تو هاتف و باکس می زدم به بهانه اینکه ببینمت. تو از جنگ برگردی، با هم بریم زیر یه سقف. تجنگی گفته رضایت میده. شرطش چیه؟ گفته thank you.
خیلی از کار بنایی تو حوض چه خسته شده بودم. شب خوابم برد. یهو حس کردم یکی صدام میکنه، میگه یحیی بلند شو. بیدار شدم، هیچکی نبود، هیچکی صدام نمیکرد، اما نفس تو داشت خسخس میکرد. خیلی ترسیدم، آروم برت گردوندم، خیلی آروم. بعد از چند ثانیه نفست برگشت سر جاش، انگار دنیا رو به هم دادن. بی اختیار اشک از چشام رو افتاد. از همون موقع فکر کردم که همیشه باید مراقبت باشم. من و مادرت ایمان داریم که همه چی درست میشه. تو برای من هم برکه‌ای هم یونس. اینجوری نمیمونه، درست میشه. آره بابا، همه چی درست میشه. من زهر نثار میشم، بعدش همه میریم شما چهار نفری. برکه، من نمیتونم وایسم ببینم دارن راجع به چشمای بابام حرف میزنن، نمیتونم ببینم دارن راجع به قصاصش حرف میزنن. همچی قانونی وجود نداره. من تحقیق کردم، فقط میخوای ما رو بترسونه. موضوع فقط چشای شما نیست، من خودم باید تاوان اشتباهمو بدم. برکه خواهش میکنم به این حرفا اصلا گوش نکن. خواهش میکنم برکه دو تا سیخ آماده کردم بکنم تو چشای یحیی. ببخشید، تجنگی میخواد قصاص کنه. تجنگی گوه خورده، پروندهش زیر بغل منه. خودش و همه اون مدیر کلای قبلی که با هم دیگه ریختن رو هم زمینای مردم رو کشیدن بالا، همه رو میکشونم تو دادگاه. حالا ببین که ای گفتم. من تجنگی رو میشناسم، خودش هم خوب میدونه. خدا بی شرف رو میکنم اون تو. حالا ببین، خودم هم باش میرم تو. ببین، لازم باشه همه جا میگم خسرو جعب سیاه تجنگی. درسته هم بزنم گند خودم بالا میاد، ولی به خدا میکنم این کارو، به خاطر یحیی میکنم این کارو. حالا تو برای من تصمیم میگیری؟ میدونی پدرت چقدر برای من ارزش داره؟ تو فکر میکنی به همین سادگی میذاریم چشاشو کور کنن؟ اگه شده کارخونه و خونه و زندگی و حتی جونم هم شده میذارم، پاش میخوام نیستم که این کار انجام نشه.
تو بر خود تصمیم میگیری ها؟ دایجون دمت گه تجنگیر که انداختی زنده هم به در صاحبشم در بردی، اما هم که همه زندگیشو بخشید و خواهد بره تو خیابون زندگی کنه که چی بشه؟ که من راحت آزاد به زندگیم برسم، دست همه تون درد نکنه. دایی عمو جون مادر من رسیدی که من بهش دادم چی؟ 2 سال حبس رو چیکار میکنی؟ من بچه هم، شما که بچه نیستی. شمام از فوت بابات هم آخرت باشه. ببین منم اندازه تو از این خلاده متنفرم، ولی این کاری که کردی انتخاب از سامی یا تجنگی نیست، توی یه دختر مثل خودت رو بدبخت میکنم. من چرا ربطی دارم؟ ترانه این ماجرا قشنگ بوی عطر زنونه ازش داره میاد. ملتفتی شما خانواده که چه حس رویایی خوبی داری؟ آقا خسرو یه لطفی میتونی به من بکنی؟ میشه از خواهرزادت بپرسی اون موقعی که اومد تو زندگی سامی میدونستن داره یا نه؟ آخه من اون موقع زنش بودم، حالا خوشبختانه و بدبختانه منم مثل شما حس بویاییم خیلی خوبه. برای چی جواب؟ یعنی چی شرطی صحبت؟ چی شده؟
اصلا نمیفهمم شما چی میگی. من الان دارم میام اونجا، کار واجب دارم، حتما باید ببینمش. دیگه داره میاد اینجا. برو دیگه. آقا سامی، من فکر میکنم که برکه. شما چی گفتم؟ آقا سامی، برکه نمیخواد ببینتت. برکه! رانه، لعنت بهت که اگه اون روز نمیگفتی دوست هم داره، الان همه چی تموم شده بود، رفته بود. تقصیر منه. هنوزم که واسه سامی اتفاقی نیفتاده. میافته. میافته. زلف تو قسم قسم رسید عشق تو به جان من، به یاد تو نفس نفس بریدم از این قفس، زندان است جهان من. عشقت چرا تاوان من شد، غمت پایان من شد، از هر گناهی تو بکردم، چشمان تو ایمان من شد، تو را چون جان خود میدانم، تو را بیزارم کنی، به یاد تو من بیقرارم، ای وای هنوز چشم انتظارم، تو را چون جان خود میدانم، تو را چون سایه میپندارم، هرچه تو دوری من صبورم، مرا از غم جدا میکنی، مرا یک دم صدا میکنی، من که گذشتم از غروب.